سلام، ما اومدیم با قسمت 8 برنامه آتاری. من پرهام هستم با ذات عزیز. سلام خدمت همتون عرض میکنم دوستان، و اینکه امروز قراره دوباره مثل برنامه قبلی یه سری گیم‌های خفن بهتون معرفی کنیم و آخرش هم مثل برنامه قبلی باز قراره یه گیم پلی داشته باشیم با همون پرهام. چرا من انقدر کچکج نگاه میکنی؟ چون آخه چون نیست همه رو میبازید، یه تو یوتیوب میتونم ببینم. گفتم یه اینم همین استارت رو چپ نگاه کنم که یعنی باختی. بله، همین اول بسم الله به قول معروف یه تهش معلوم از استارت دیگه. آره، ولی ما همه نگاه کنید توی کانال یوتیوب شبکه دیدی تیوی میتونید قسمت‌های قبل و اپیزودهای قبل حتما ببینید، ولی توی گیم پلی هم من همه توانمو میذارم. این آقا خفنه، این واقعا گیمره. یکم ما رو آپدیت کن، این هفته گذشت چه خبر بود؟ آقا کلکل بذار کنار. آقا عزت، اوکی آقا، تورنمنت ها چه خبر؟ تورنمنت هامون الان ما سمی فاینال رو همه رو بازی کردیم. الان امشب فایناله که بازی داریم، و اینکه واقعا سخته به خاطر اینکه توی اروپا است. یعنی الان تو فینال اروپایی دیگه؟ من الان توی فینالم و چجوری هستش که مثلا توی سمی فاینال باید مثلا 10 تا تیمی که میان بالا میتونن حضور پیدا کنن تو فاینال. خب این نشون میده که یعنی نیمه نهاییش 10 تا تیم توش 20 تاست که 10 تا میان بالا. خب 10 نفر، 10 تا از تیم‌ها میان بالا، هر تیم 3 تا ممبر داره، و اینکه میشه دو تا لابی دیگه، یه دونه 10 تا یه دونه 10 تا میان بالا فاینال با هم بازی میکنن. و این نشونه چیه؟ نشونه که تمام پلیرهای خوب اروپا دقیقاً توی یه دونه لابی ان، و ما بعد اونجا تورنمنت رو بزنیم و ببریم، و واقعا سخته. حالا جایزه ها شروع میشه از تیم اول 50000 دلار، تیم دوم 40000 دلار، تیم سوم 3000 دلار. با محاسبه با دلار 20 خورده ای خیلی درآمد خوبی اگه بخوای. خیلی درآمد زیاد. ولی خب خیلی سخته، چون واقعا همه تیمای خوب اروپا تو فاینال شرکت کردن. بالاخره دیگه فیناله دیگه. درست. واقعا خیلی سخت میشه. ولی اگه کسی علاقه خاصی داره به این جور بازی ها و هر حالا لابی اسمی که زد گفتش برای بازی خودشه، برنامه مخصوص خودشه، حتما میتونید درآمدزایی بکنید و با بردن توی این تورنمنت ها درآمدهای زیادی داشته باشید. برای دستگرمی بریم سری سم 4 و این نسخه جدیدش که همین اخیراً هم منتشر شده رو ببینیم تریلرش رو، با ما همراه باشید. I was an explorer once. Captain Sam Stone of the Surveyor. It was good. Hell, it was awesome. The truth is, they don't care about who we used to be or what we wanted to do. If they thought this was gonna be easy, they came to the wrong fucking planet. War! مطمئنم که طرفدارای سری سم منتظر این ورژن آخر و چهارش بودن. امیدوارم که لذت ببرید از این بازی. بریم برای آقای زد ببینیم چه بازی رو میخواد معرفی کنه. خب بریم سراغ بازی که من اینجا نوشتمشون. آترایدرز که تازه داره میاد جدید. از استودیو پیپل کن فلای. پیپل کن فلای پرواز کنه. باریکلا. این کمپانی همون کمپانیه که گزافا رو ساخته، که فقط انحصاری ایکس باکس بود. گاز آف وار واقعا گیم فوق العاده ای. من خودم اون زمان که 360 داشتم به نظر من بهترین گیم بشه دونه آلن ویک بود با یه دونه گاز آف وار تو ایکس باکس. واقعا این دو تا فوق العاده بودن، ساخت واقعا فوق العاده ای داشتن، خیلی کیفیتشون بالا بود. حالا درست. این بازی از کمپانی پیپل کن فلای خودشون گفتن که این بازی رو اصلا عقب انداختن، واسه تایم ریلیزش عقب انداختن. بعد علاوه اون گفتن که می‌خوایم بازی کلا بدیم بیرون تا 10 سال آینده‌ش رو برنامه ریزی کردن. بعد به اون میخوام بگن که کلن دیگه کلکلی دادن بیرون. آقا پیپل کن فلای، پیپل کن فلای، این اسمش نمیشه حرفا تو ذهن من. اینو میخواد کلن کلکلی بده بیرون با بقیه کمپانی ها مثل EA، Ubisoft. بعد موتورش هم آنریل انجینه که حرفش رو زدیم، و اینکه تریلرش رو بریم ببینیم، برگردیم داداش یه توضیح من بدم دوباره. آره. چون توضیحش خود طولانیه. آره. و اینکه گیم بچه ها FPS FPS شوتر سوم شخصه که میتونید به کلاس های میلی
و رنج، مثلا میجتوری داره، واریورتوری داره، جوری که هم با شمشیر بتونی، هم با مثلا اسپل و ماجیک و اینا، هم تفنگی، همه سبک شما میتونی پیک کنی توش. بریم تریلرشو ببینیم، برگردیم ببینیم یه توضیحات. تا دوستان برن تریلر رو ببینن برگردن، تو شروع کن به تمرین کردن پیپل کن فلای. پیپل کن فلای. شما بریم پیپل کن فلای. As the last remnants of humanity destroy themselves, the signal is still out there. And with it lies the key to our salvation. We journey from the ruins of our old world and into what lies beyond. The things I've seen, even I do not believe them. Where I am taking these two, there's no coming back. You think you're dreaming? What the? This is real. God! Do what you were sent here for! Go! Beyond the frontier! It's the end of the goddamn world out there! All this persistence! This world is crashing down! And what will be left? Beyond here, there's only death. I'm finding that signal. خب همونطور که دیدیم تریلرش واقعا فوق‌العاده بود. این گیم واقعا میتونه امتیاز خوبی داشته باشه بچه‌ها، حتما بخریدش تا اومد بیرون، چون من خودم به شخص منتظرشم، چون همون کمپانی که گزافا رو ساخته، گزافا هم گیم واقعا فوق‌العاده‌ای بوده، واقعا فوق‌العاده‌ای. و به علاوه بازی داستانش این مدلیه که ما خیلی زمان جلویی هستیم، یعنی تایم خیلی جلوئه و اینکه تو آینده، آره، میریم که یه سفینه ای رو در اصل نجات بدیم. بله. داستان بازی این بازی و... گفتی پیپل کن فلای ساخته، پیپل کن فلای داره، اینکه میتونه آینده رو ببینه، قطعا به اسم دقیقاً به اسم یه ربطی داره. بعد توی آینده بعد بریم ما یه دونه سفینه ای رو نجات بدیم. اون موقع مثلا استوری بازی اینطوریه که انگار بر میگرده به زمان قدیم. بله. و نشون میده که قدیم چه اتفاقاتی افتاده. و همینطور هم که بچه ها بهتون بگم، روی تمام پلتفورما هست این بازی، روی PS4، PS5 هم حتی میتونن بازی کنن، Xbox One و Xbox سری X و مایکروسافت، روی همه پلتفورما میتونید بازی کنید و گیم واقعا فوق‌العاده ایه. اما پران شما دیگه چه گیمی آماده کردی واسه ما؟ بریم گیم بعدی هم شما بگو. داین لایت. آره اونم تو حرف داین لایت 2 دیگه. هر کسی که از زامبی و بازی‌های زامبی توری و بکش بکش و پارکور خوشش میاد بعد بره سمت این گیم. الان همه یه پا زامبی هم برای اینجا دیگه بفهم. همه یه پا زامبی هم. این واسه استودیو تکلنده. بله. تکلند هم بازی‌های خوبی داره. و اینکه ببین گیم می چه مدلیه، زامبی توریه که خود دیولپرش گفته که ما توی حرکت پارکور زیاد از اصلا توش حرکت پارکور کلا، یعنی از ایناست که فکر کنم کاراکتر اصلی بازی خوشو بزنه به دیوار شمشیر بزنه و اینطوری زامبی مانند. بریم تریلرش رو ببینیم برگردیم یه توضیحاتی دیگه من در موردش بدم و آره بریم تریلر رو ببینیم برگردیم با باشید. My father saved my life. He told me never to forget who I am, where I come from. But in this place, nobody even wants to know my name. Getting attached is deadly. Because when darkness comes, I might be gone. Ugh.
virus tore society apart, but I won't let it turn me into an enemy. Staying alive became the essence of our existence, yet life must be more than just survival. Every day, the disease tries to crush us and make us forget who we are, but I keep fighting. My name is Aiden, and I am infected. خب بچه ها همونطوری که دیدید میگه زامبی کشیه دیگه. کسایی که واقعا اینطور سبکا بازی ها رو دوست دارن حتما بازی بکنن، کم نمیارن چون واقعا بازی رو فقط باید بکشی. آره تو این زمینه هم تو زامبی و این داستان هم زیاد بازی بود و این بازی خوبی بود، نسبتا میتونه رقیب خوبی باشه. این زامبی رو نمیدونم کی ساخته، هر کی ساخته گیم در مورد زیاد ما داشتیم بره. همه گیم ها رزیدنت ویل و اینا همه زامبی توریه. حالا این بازی بچه ها دین لایت 2 روی تمام پلتفرما هست، بازم مثل بازی قبلی روی PS4 Xbox همینطور PC و اینکه سبک سوروایوال هورور اکشنه و اینکه بریم سراغ اخبار. بریم آره بریم، یعنی این دیگه توضیحاتش تموم شده یه جوری. آره خیلی بازی باحالی بود، منم خدایی دوستش داشتم. بریم بخش اخبار. خبر اولی که براتون در نظر گرفتیم امتیاز و نمرات بازی گاست آف سوشیما هستش که توی همین اخیراً طی مراسمی که با هم دیگه داشتن برای نمره دهی و امتیاز دهی به این بازی نمره خوبی رو گرفته، نمره 89/100، یک نمره خوبیه برای یک بازی. و ما تو قسمت‌های قبلی در مورد این بازی گاست آف سوشیما تریلرش رو پخش کردیم، صحبت هم کردیم. یکی از بازی‌هایی هستش که شانس اینو که بیاد توی بازی‌های خیلی معروف داره، چون گرافیک فوق‌العاده‌ای ازش دیدیم توی این بازی و توی دموش وقتی داره برگا رو نشون میده اصلا یک ریزکاری به قول معروف میشه، خیلی فوق‌العاده. آره واقعا فوق‌العاده بود و سناریوی خیلی خوبی هم داشتش. حالا چند تا از این کمپانیایی که خیلی ارزشمندن و اعتبار دارن نسبت به این بازی رأی دادن و امتیازاشو با هم دیگه بررسی بکنیم. IGN 9/10 داده. IGN که خیلی سازمان و کمپانی بزرگی هستش، حتما توی یه بخش در موردش بیشتر صحبت میکنیم چون خیلی حرف واسه گفتن داره و اتفاقای خوبی رو رقم زده تو صنعت گیم. یک منبع دیگه‌مون گیم اسپات هستش که 7/10 داده. حالا یکم نمره پایینی داده گیم اسپات به این بازی، به دلیلش هم این بوده که روی سناریو زیاد دلش نمیخواست، یه سناریو جدیدتر میخواستش، ولی بعضی جا مثلا گیم رانت اومده 9.5/10 داده، همینم هم گفته به نظرم نقطه قوت این بازی سناریو خوبشه. واسه وقتی بحث سناریو داستان و استوری بازی میاد وسط فقط باید سلیقه هم هستش، این سلیقه خیلی مهمه. بعضیا خب دوست دارن بعضیا دوست ندارن، ولی در کل این بازی رو وقتی ما جمع‌بندی می‌کنیم یک نمره خیلی خوبی رو داره و باید منتظر اتفاق‌ها و توجهات دیگران نسبت به این بازی باشیم. برای خبر دوممون یه فکتی آماده کردم که حالا اتفاق جالبی هم افتاده. کسایی که توسعه دهنده بازی کال آف دیوتی بودن توی همون ابتدای این سال‌های اخیر، سازندگان اصلی مدال آف هانرز بودن، یعنی کمپانی ای اومده توسعه دهنده هاشو برای این بازی یعنی مدال آف هانر انتخاب کرده. بعد اینا به خاطر فشار و حالا اتفاقهایی که توی اون کمپانی افتاد این کمپانی رو ترک کردن، از این تیم جدا شدن. حالا اتفاق جالب اینه که بعد رفتن یه تیم خودشون جدا ساختن و کالافو منتشر کردن، ولی اتفاقی که افتاده این کسایی که همین تیمی که جدا شدن رفتن برای خودشون کار کردن الان برای خودشون یه دونه کمپانی دارن، یه تیم خوبی دارن بازی فعالیت میکنن توی عرصه گیم و این کارما دوچار کارما شدن بهشون برگشته. یه سری برنامه نویس و انیمیشن ساز دارن که همشون زیر 20 سال هم هست، این هم یه نکته خیلی خوبیه که به جوانها خیلی دقت کرده، ولی همین تیم با هم دیگه دست به یکی کردن و الان همون اتفاق داره دوباره به خودشون برمیگرده. یعنی این تیمی که جدا شد حالا یه تیم زیر 20 سال پیدا شده تو همین کمپانیایی که اینا با هم دیگه ساختن داره همین کارو میکنه و میخواد ازشون جدا بشن و یه بازی خیلی خوبی هم هستش. و الان هم اگه نگاه بکنید ایده دست جووناست، نمیگیم حتما، اکثریت دست جووناست، واقعا خوب دارن جوونا خودشون نشون میدن. امیدوارم که شما هم جزء از این دسته باشه که بتونید استفاده بکنید از این استعداد یا علاقه‌ای که اگه دارید. خبر سوممون ناتی داگ آگهی استخدام داده برای برنامه نویس، انیمیتور و طراح محیط. آقا من برم؟ آره شما که 100% هستم. نره من گفتم زودتر تا تو زب میکنی دوستان برن
کارا رو آره کارا رو بکنن که دیگه تو بیای دیگه 100 درصد تو رو میگیرن. گفتم بچه‌ها جلو باشن. از این دی دی تی وی جایی نمیره. داره واقعا ممنون. اصلا شما یکی از تا شما نوازی هر سری ستون‌های برنامه آتاری هستی آقای زن. آره آگهی استخدام داده، به ویژن میخوان یه دونه بازی PS5 بسازن. حالا این سوال پیش میاد که آیا این بازی میخواد دلساف‌لاز 3 باشه یا هر چیز دیگه. این شایعه‌هایی هستش که توی این زمینه داره استفاده میشیم، ولی من خودم شخصا فکر میکنم یک بازی جدید باشه، چون طبق اگه بیایم بررسی بکنیم و من داشتم توی اینترنت میگشتم، فکر میکنم دلساف‌لاز 3 الان فعلا ساخته نشه و وقتی میخواد برای این داستان. به نظر من یه بازی جدیده که حالا میتونن استفاده بکنن. خبر اصلا اون قبلیش وسط حرفت، اون قبلی یعنی اولین دلستافاسی که اومد بیرون خیلی طول کشید تا دومی. دقیقا 100% دومی هم تا بخواد سومی بسازه خیلی طول میکشه. آره من نظرم دقیقا، چون واقعا حرفه‌ای هم کار میکنه، واقعا گیماش فوق‌العاده است، از نظر استوری خیلی فوق‌العاده است، از نظر گیم پلی، از نظر همه چی فوق‌العاده است. آره منم ببینیم کی میاد بیرون. دلیلش دلیل اینکه من اینم رد میکنم همینه. و خبر آخرمون یه دونه اتفاق باحال، خبر باحاله، من خودم شخصا این خبر خیلی به قول معروف حال میکنم. بولی 2 داره انتشار پیدا میکنه. یه بولی بازی بودش که اوه همون آره که تو مدرسه، آره اون پسر شر و شیطونه توی مدرسه، حالا گفته بودن تو سال 2020-21 داره این اتفاق میفته و بولی نسخه 2 داره وارد بازار میشه، ولی نه این اتفاق داره تو همین شهریور امسال انجام میاد و من خیلی خودم شخصا منتظره این قسمت و نسخه جدید بولی. یکیش خیلی معروف شده بود وقتی آره اومد بیرون. اینکه محدودیت نداری توی این بازی یه حسن دقیقا یکش یکش توی مدرسه بود اگه یادت آره باشه که کلن همه رو اذیت میکرد. دو شد میخوان چه ایده ای بدم، من خودم وایستادم وایستادم تا بیاد بیرون. خیلی کار سختی، به خاطر همین به نظرم اینقدر طول کشیده که نسخه دومش بیاد، خیلی زمان برده. آره ولی خبرش اومد که داره توی خبرش اومد انگام اصلا طرف برده ولی نه توی شهریور داره این اتفاق میفته و منتشر میشه. این از اخبارمون، بریم برای بازی بعدی. بریم واسه بازی بفرمایید. بازی بعدیمون بچه‌ها یه دونه بازی پایرتوریه به نام اسکول اند بونز که بریم تریلرشو ببینیم و برگردیم در موردش صحبت کنیم. It was over. The old guard was wiped out. Those who kneeled were now at the gates of hell. They were killing us off, burning our seas from shore to shore. We thought there was no way the Empire could win this game. As fate would have it, the tide turned in our favor again. A new wind was at our backs, blowing us straight to heaven. In our new Eden, there was only one rule. First come, first serve. It was dog eat dog. We became kings, queens, lords, and masters of our own new worlds. Fortunes poured down on us. They had their empire. Now it was our turn. Enemies became friends. Friends became enemies. The best didn't trust anybody. The philosophy of the day was more and more. We were alone at the top of the food chain. Well, we thought we were. In a dog-eat-dog world, we were wolves. And wolves hunt in packs. خب همونطور که تو تریلر دیدیم گرافیک خیلی بالایی داره و بازی به صورت دزدان دریایی طوریه. همه اون کسایی که عاشق فیلم‌های دزدان دریایی هن، نمیدونم بازی‌های دزدان دریایی هن،
همشون حتما منتظر این گیم بمونن که بیاد بیرون. بعد بچه‌ها نگران نباشید، روی PS4، روی Xbox و PC میتونید بازی کنید، همه پلتفرما بازی میاد براش. و اینکه یه توضیح هم در مورد اون ایتری بده که ایتری یه نمایشگاهیه که مثلا میان در مورد بازیهایی که در آینده میخواد بیاد صحبت میکنن و معرفی میکنن و دقیقا همون ایتری همه خیلی ها منتظرش بودن به خاطر اینکه همین اسکولن بونز همون که دیدیم تریلرشو خود یوبیسافت گفته بوده آقا این تایم مثلا یه تایمی ریلیز میشه توی 2020 و دیلی انداخته بوده، معذرت خواهی هم کرده بوده از تمام پلیرها که منتظر بودن چون واقعا گیم خفنیه. مثلا اینکه مثلا این چه مدلیه، مثلا من و تو با هم آنلاین بازی میکنیم، جفتمون یه کشتی داریم، یه کشتی دیگر رو پیدا میکنیم و فری میزنیم، بعد میریم غارت میکنیم، طلا اینا رو ور میداریم واسه خودمون امپراتوری خودمون میسازیم. دقیقا خیلی بازی کلی، یعنی میتونی فکر کنم امپراتوری هم داشته باشی، یعنی واسه خودت مثلا سرزمین بسازی و اینا. و اینکه یوبیسافت دیلی داده بود به بازی، معذرت خواهی هم از همه کرده و گفته بود این دیلیمون به خاطر اینه که میخوایم روی گرافیک بازی بیشتر کار کنیم، روی داستان بازی استوری توریش بیشتر کار کنیم، همینطور روی صدای بازی. کلا قرار بوده که یه آپگریدی به بازی بدن که بازی بترکون باشه تو سبک خودش، مثلا دزدان دریای توری. و اینکه توی ایتری همه منتظر بودن که اون آقاه کارکن یوبیسافت بیاد دو کلمه صحبت کنه در مورد اسکول، که آقا پلیرها بدونن چه تایمی قرار ریلیز بشه، اما هیچ صحبتی نشد و همه ناراحت دوباره پی ام دادن به یوبیسافت، کامنت گذاشتن. یوبیسافت بازم معذرت خواهی کرده ولی حتما تو این سال میده بیرون و ما منتظرش هستیم. به محض اینکه بیاد گیم پلیش هم میذاریم که بچه‌ها ببینن. آره خودم منتظرشم. آره تریلر خیلی باحالی بود. حالا در هر حال من خیلی با کیفیتش حال کردم، ببینیم چه اتفاق بهتری میفته حالا که گیم ریلیز بشه. آره خب در مورد یوبیسافت شما گفتی، من کمپانی هم که این هفته انتخاب کردم براتون یوبیسافته. به بخش شخصیت یا کمپانی رسیدیم که این هفته داریم در مورد یوبیسافت، یکی از بزرگترین کمپانی‌های بازی‌سازی داریم می‌پردازیم و براتون یه دونه متن آماده کردم که بدونید چقدر این کمپانی بزرگ و از کجا اصلا تأسیس شد، چرا این اتفاق افتاد. الان خیلی امکانات پیشرفته‌ای داره این کمپانی، توی بالای 20 تا کشور هم شعبه دارن و با امکانات زیاد و تجهیزات خیلی قوی دارن به صنعت گیم سازی کمک میکنن و همینطوریه که بازی دارن منتشر میکنن توی کانادا، رومانی، اسپانیا، چین، سنگاپور، آمریکا و خیلی از کشورهای دیگه شعبه دارن. اینا دیگه تیتراش بودن و شعبه‌های اصلی هم، ولی دقیقاً شعبه مینشون یا اون مرکزیشون توی فرانسه هستش، به خاطر اینکه 5 تا برادر بودن خانواده گیلموت که تو سال 1986 تصمیم میگیرن که به این صنعت روی بیارن به خاطر علاقه زیادی که به صنعت بازی سازی دارن داشتن. البته یکی از برادر بزرگا آقای ایو گیلموت یه قراردادی همون اول با الکترونیک آرتس و میکرو و چند تا شرکت دیگه میبنده و شروع میکنن به صورت پروژه‌ای با هم دیگه کار کردن و خب درآمدی برای این گروه و برای خانوادهش پیدا میکنه. وقتی زندگیشون آره. چطور بوده؟ آره بهش میپردازیم. توی مصاحبه ها اگه بخوایم دقیقا بگیم زندگی اونقدر سختی نداشتن نسبت به کسای دیگه، چون خب آره چون بیشتر برادری زیادی بودن، همشون هم کاری بودن، بالاخره خرجه جورایی در میومده و اینجوری که بوده زندگی بدی نداشتن، ولی علاقه خیلی زیادی داشتن به صنعت گیم سازی. به خاطر همین تو سال 1986 شروع میکنن به همین پروژه کار کردن. بعد توی سال 1990 به این نتیجه میرسن که آقا ما خیلی خوبیم، یعنی ما برادرها خیلی خوبیم و میتونیم بهتر کار بکنیم و شروع میکنن توی استدیوی خونگیشون کار کردن، یعنی بدون اینکه غر بزنن آقا من نمیدونم فلان تجهیزاتو میخوام، فلان استدیو رو میخوام، الان ما اینو داریم اونو نداریم، به جای بهونه آوردن و بهونه جویی شروع میکنن به کار کردن توی همون استدیوی خونگیشون. و یه اتفاق جالبی که من داشتم نگاه میکردم، یه مصاحبه داشتم با هم دیگه میگفتم ما شروع همونطور که شبا با هم میخوابیدیم، صبح پا میشیم، نهار، صبحونه، یه زندگی عادی که هممون هم داریم این اتفاقو، فقط اون تایمایی که فری بودن، حالا اون موقع گوشی نبود، ما الان تو همه میریم سریع سراغ گوشی و دقیقاً الان یه همه چی داپیره شده اون تایم رو دقیقاً اومدن بهترین استفاده رو کردن و به جایی که اونو به حالا تلف کنن اون تایم ها رو دقیقاً شروع کردن به کار کردن. یه نکته دیگه باحالی که خودشون گفته بودن، میگفتن مثلا ما ساعت 10 تا ساعت 1 که حالا وقت نهاری بود تو خونه می‌خواستیم کار بکنیم، همه هم برادر بودن، اون
به قول معروف اون شخصیت رو. آره اون شخصیت بازی و اون کاری که هدفی که در نظرشون بود و همونجا رعایت کردن، یعنی شروع میکردن کچلوار پوشیدن ساعت 10 انگار که کار شروع شده، کارم خیلی جدیه، دارن یه کمپانی، ولی تو خونهشون، آره تو خونهشون با داداشا همه اینطوری بودن، ولی قانون گذاشته بودن ساعت 10 تا 1 همه انگار توی آفیسیم. اینو شبیه سازی کردن چون میدونستن که این اتفاق میفته و ما هم باید یه کم از این درس بگیریم، یعنی اون لحظه که میخوایم یه کاری انجام بدیم با تمام توان با اتفاقی که میخوایم برامون بیفته فقط به اون فکر کنیم، فوکوس انجام بدیم، تمرکزمون رو بذاریم روی این قضیه، من مطمئنم که به این داستان میرسیم. حالا خیلی از بزرگان، من الان وقتش نیست که صحبت کنم، مثلا جیم کری هم همینو حرفو میزنه، میگه من خودم فکر میکردم که این اتفاق برای من میفته و من انقدر بزرگ میشم و به این بازیگر معروفی میشم و وقتی تو خیابونا داشتم راه میرفتم همچین حسی رو داشتم که هنوزم بازیگر معروفی نشده بودم، میگم من همچین حسی رو دارم که خیلی علاقه داشته به اون کاری که میخواسته انجام بده، ویژن زده مثلا فکر میکردم، رویا پردازی میکردم اون صحنه رو. اینا هم دقیقاً این خانواده این کارو انجام میدن. شعبه از بعد 1994 یه استودیو مونتریال رو توی فرانسه تأسیس میکنن و شروع میکنن کارشون رو به صورت حرفه‌ای. ریمن رو منتشر میکنن اون سال و تا سال 2006 می شخصیت ریمنشون که خیلی بود ستاره بود، یه ستاره تو کارنامه یوبیسافت بود. بعد از سال 1990 تا 2000 شروع خودنماییشون رو با ماتریکس انجام میدن، اون سری ماتریکس هم واسه یوبیسافت آره، اون موقع بوده. بله اون موقع بوده. 2000 بعد از 2003 که نگاه کردن دیدن تو 20 کشور اینا شعبه دارن، یعنی یوبیسافت خب تو 2003 به اون چیزی که میخواستن رسیدن، تو یه تایم اونقدر زیادی هم نبوده، واقعا کمپانی قوی هم هست، چون خیلی قوی. ببین بازیایی که میده همه فوق العاده است، به علاوه اون مثلا یه بازی به اسم رمبو داره آره. که بازی کامپتیتیو تو ایران خیلی خیلی طرفدار زیادی داره. حالا به بازیاش میپردازیم، ولی رمبو کدوم جدید شیشش ها جدیدش؟ ببین اونی که من دارم میگم کامپتیتیو آنلاینه که آپدیت میاد واسش هر سری، یه جوری مثلا تورنمنت هم توش برگزار میشه، تورنمنت ها خیلی مثلا تو ایران خودمون هم تورنمنت واسش میذارن یا حالا چه برسه تو کل دنیا. اون یکی از بازیهای خفن یوبی سافته. خب اصلا همین الان بریم تریلر رینبو 6 رو ببینیم، برگردیم با ادامه یوبی سافت. اوکی ما باش. رینبو 6 مأموریت شما آزادسازی گروگان‌ها در سراسر جهانه که این تیم تشکیل شده از افراد متخصص از واحدهای ضد تروریسم. ما همیشه رو به جلو رفتیم توی 47 کشور، زمانی که هنوز معلم‌ها تدریس می‌کنن ما توی مأموریت پیشروی می‌کنیم. این مأموریت‌ها از زمان جنگ جهانی دوم تا الان ادامه دارن. افراد کمی از این مأموریت‌ها با خبرن. ما بهترین نیروهای دریایی و هوایی رو در خدمت داریم. اونا سخت تمرین میکنن تا توی ماموریت‌های غیر قابل پیشبینی بهترین عمل کرد و مهارتشون رو به نمایش بذارن. ولی قبل از هر چیز هر کس به یک خلق و خوی جنگجو نیاز داره. این به این معناست که هر جنگجو بدون توقف فقط رو به هدف حرکت میکنه. دستور مأموریت از بالا صادر میشه. آدرنالین زیادی تو بدن شما منفجر میشه. لازمه که کنترلش کنی و تمرکزت رو بذاری روی زمان کمی که داری و تو باید آرامشت رو حفظ کنی. تو باید آماده باشی. این کاریه که تو باید بکنی، همه برای یک هدف. خب برگشتیم، زد هر چی بازی خواستیم ما بلافاصله تریلرش هست. خیلی خفنه این رینبو. آره رینبو خیلی باحال بود. بریم ادامه یوبی سافت رو با هم داشته باشیم. تو سال 2004 ای گیم بهشون پیشنهاد میده که 20% کلیه سهامشون رو خریداری بکنه و بهشون کمک کنه. اول فکر کردن که نه یه خصومته و از روی رقابت داره این اتفاق میفته، ولی بعدها دیدن که نه این اتفاق فقط برای درآمدزایی بیشتر بوده و به خاطر همین اینو قبول میکنن. خیلی هم بهشون کمک میکنه یه گیم، بهشون
بابت 20% دیگه مبلغ زیادی یعنی یه کمک میکنه بهش، یه جوری ساپورت مانند هم میشه. نه باهاشون بیزینس میکنه، یعنی اصلا شریک میشه، میگه آقا اینا کارشون خیلی خوبه، منم هستم. خب اون ای گیم همیشه بوده دیگه، به نفعش بوده دیگه. دقیقاً یکی از اولین کمپانیایی بودن که همین برادر اولیه ایو اومده صحبت کرده و باهاش شروع کرده به کار کردن به صورت پروژه‌ای. یه چیزی بگم در مورد ای ای، یه کمپانی خیلی پول پرستیه، حتی همه هستن، ولی خب مثلا گیمای آنلاین ای ای که ما بازی میکنیم مثلا قیمت اسکیناش خیلی زیاده. ای ای به نظرم شمع اقتصادی که اونا دارن از همه کمپانی‌ها بیشتره و مانورشون روی پوله. منم دقیقاً کاملا باهات موافقم. بعد اومدن تو سال 2006 مجموعه درایور رو انتشار دادن، خیلی مجموعه خوبی بود و معادل 19 میلیون یورو تو اون زمان فروش کردن که رقم قابل توجهیه برای این مجموعه از بازی که درایور هم از یوبیسافت بوده و یک نقطه قوت داره توی کارنامه‌اش پایین. بعدها به یه دونه داست، انقدر دیگه خوب بودن این برادرها، خب حتما همه جا هست، همه جای دنیا این اتفاق میفته، رقیبا یکم به خودشون اومدن دیدن آقا باید یه کاری بکنیم، شروع کردن یوبیسافت داره میشه یوبیسافت. آره برای خودش واقعا کسی شده بود و اومدن یه باگی رو پیدا کردن که اینا یه قفلای ضد کپی به نام استار فیس میزدن روی بازی‌ها و که نتونن کپی بکنن. این یه جای باگی داشته روی ویندوز XP 64 بیتی فقط مشکل داشته. اینا میان از این استفاده میکنن رقیبا و میگن احتمالاً یوبیسافت از قصد داره این کارو میکنه، این شایعه رو انتشار میدن و میگن از قصد داره این کارو میکنه که سخت افزار رو آسیب ببینه که بعدها با یک حالا زد و بند یا یه چیزی بتونه پول بیشتری بگیره از طریق این سخت افزارهایی که خراب میشن، که بعدها کارشناسا بهش پرداختن، اصلا این اتفاق نیفتاد. فقط روی ایکس باکس 64 بیتی بازی اسپلینتر سل مشکل داشته شکم. این اتفاقی بود که بازم از این چالش به خوبی خیلی هم طول کشید، یه چالش 2 ساله بود که تا این رد شد و دوباره نظرها به روی یوبیسافت منعکس شد و خیلی خوب شد، دوباره اوکی شدن. بعد شروع کردن به ساختن بازی‌ها که حالا بازی‌هاش هم با هم مرور می‌کنیم. پس یاس گیلموت بنیانگذار اصلی یوبیسافت بوده، محصولاتش هم سگ‌های نگهبان، رینبو 6، گوست ریکون، اسپلینتر سل، شاهزاده ایرانی، پرنس آف پرشیا، ریمن، مجموعه بازی های درایور، مجموعه فارکرای و مجموعه اساسین کرید و جز بازی های برترین بازی های هستن همه که بازی خفن دارن. واقعا یه دونه کار اصلا خودشون هم گفته بودن ما دوست داریم کارهامون تو کلکسیونی که الان به ویژه، یعنی انقدر دیگه قوی هستن، الان دیگه دوست دارن یه بازی ضعیف داشته باشن، همه رو روش کار میکنن و درآمد 538 میلیون یورویی داشتن تو سال اخیر و نسبت به درآمدی که چقدر کارکن داره یوبیسافت؟ حدس بزن. خیلی سوال خیلی خوبی هم بود، خیلی رقم زیادی هم هستش. یه کمک بالای 10,000 تاست. 12,000 16,000 تا الان کارکن داره نزدیک. آره تو همه شعبه ها دیگه، یعنی رو تمام کشور. آره سال 2019 15,900 خورده بوده که الان قطعا بیشتر شده به خاطر پروژه‌ای بیشتری گرفتم و این نشون دهنده یک مجموعه بزرگ هستش، یه مجموعه عظیم هستش که دارن کار میکنن و در انتها در آینده نزدیک اسول بونزی که زد گفته واچ داگز، پرنس آف پرشیای جدید خیلی طول کشید که بخوان نسخه جدیدشو بسازن، خب این اتفاق داره انجام میشه و والهالا که در موردش صحبت کردیم تو یکی از قسمت‌های قبلی برنامه آتاری والهالا آره و رینبو هم که دیدیم، اینا هم این کارهایی هستن که در آینده نزدیک منتظرش هستیم. خب این از این حالا بریم یه تریلر از پرنس آف پرشیا ببینیم، برگردیم بریم سراغ بازی موبایلمون. Most people think time is like a river that flows swift and sure in one direction. But they're wrong. Time is an ocean in a storm. Those who have the will to change their fate will be put to the test. It is time, warrior. Seize the power. Unleash your destiny and become a legend.
خب امیدوارم از این تریلر هم خوشتون اومده باشه. این بازی رو دیگه برای ما ساختن دیگه، شاهزاده ایرانی دقیقاً بازی هستش که اصلا یه چیز جالبم در موردش بگم، اساسین کرید هم قرار بودش همین اتفاق براش بیفته، یعنی پرنس آف پرشیا ادامه پیدا بکنه، ولی به خاطر یکم مشکلات سیاسی که توی این کمپانی به وجود اومد نپذیرفتن و یک ورژن جدیدی از اساسین کرید بود. یعنی اساسین کرید مال خودمونه، خیالتون راحت بشه. آره این از یوبی سافت هم که گفتیم، پرنس آف پرشیا هم در موردش توضیح دادیم. بازی موبایلی که می‌خوایم این هفته بهتون معرفی بکنیم از تام کلونیز هستش که نسخه الایتش برای موبایل خیلی هم بازی باحالیه. بریم یه دونه کلیپ کوتاه ازش ببینیم با ما همراه بشید. Megan, a dauntless and daring agent. She's all in, all out, always. Montaigne, counterterrorism and rescue veteran. His best offense is his defense. Nomad, covert special ops team leader. A ghost on the battlefield. Kavera, highly skilled defending operator. Lightly armed, massively effective. Sam Fisher, elite covert operative. The lone wolf now hunts with a pack. When chaos strikes, rally the specialists. Lead the elite squad. خیلی جالب بود تریلرش. این بازی های موبایل همه دارن پیشرفت میکنن، مثلا مثل فورتنایت، پاب جی، همینی که الان با هم دیدیم تریلرش رو، یعنی اینا همش هر روز دارن پیشرفت، یعنی بازی های موبایل دیگه میتونستم من جوری بشه که یک کسی PS4 و PC و اینا هزینه نکنه. آره دیگه همیشه از تلفن همراه باشون و آره این همش هم بازی میکنن و ولی خیلی باحال بود، کیفیت خوب هم واقعا دارن کار میکنن. یعنی رو بازی های موبایل بعد مخصوصا میدونیم موبایل چون در اصل واسه این کمپانی ها یه سود خیلی زیادی داره. چرا؟ چون مردم بالاخره محل کار که میخوان برن این تایمش میتونه مثلا گوشی رو دستش بگیره بازی کنه باش. آره بعد خرید هایی که توی این بازی ها انجام میشن، یعنی شما خرید هایی که مثلا سکه میخرین، اسکین میخرین، لباس میخرین یا هر چیز، این درآمد اصلی کمپانی ها هستش که باید هم استفاده کرد. یعنی برای کسی که علاقه داره این درآمد، این راههایی گذاشته آره، برای درآمدزایی گیم... خودشون. آره دیگه دقیقاً واسه همینطوری سکه است. منم آره. خیلی بازی بود اسمش اسنایپر، اونم همینطوری بود، بس سکه میده تفنگ خوب میخرید. ولی خب آره. امیدوارم که پی تو وین نکنن بازی ها رو، یعنی مثلا بتونی پول بدی یه دونه گان خیلی قوی بخری، چون این بازی اصلا موفق نیست به خاطر اینکه نمیشه که مثلا یه نفر پول میده گان قوی میخره بعد همون مثلا میاد یه دونه میزنه شما میمیری. خدا نگهدار. چرا چون پول داره. تو کالاف هم این اتفاق افتاده بود، اگه حالا در موردش بیشتر صحبت میکنیم که مثلا اون دراگون رو که میگرفتی یه آتشی میزد یه تیرش دیگه تموم، یه دونه میزدی تموم بود. خب این اتفاق زیاد بعضی از بازی ها پی تو وینه. آره بریم برای بازی آخر، موافقی برای کشتی کچ گیم پلی داریم؟ آره یه توضیح بده، بریم تریلر رو ببینیم بعدش بریم گیم پلی. اوکی یه توضیح من بدم در مورد WWE که همون کشتی کجه، اینم آخرین کشتی کجیه که ما داریم با هم بازی میکنیم، یعنی آخرین ورژنشه، خیلی هم خفنه. چون آقا ری میستریو رو داره یا نه؟ آره همه هستن. فکر نمیکنم خدافظی کرده، من خیلی وقت پیش بازی واقعا دقیق نمیدونم ولی فکر میکنم همه باشن. اون که داشتیم تریلرش رو نگاه میکردم ولی الان حواسم نیست که ولی همون پرام بفرما. امیدوارم که عمو پرهام بتونه اینو ببره که پیش شما دوستان لاغر یه بازی برده باشه عمو پرهام. بله من تمام سعیمو میکنم، شما میتونید تو یوتیوب ببینید که آقا من تمام سعیم کردم، این واقعا خفنه، گیمر خیلی خوبیه ولی نه آقا این حرفا چی، ما خیلی وقت پیش پلی‌استیشن فور زدی حرفتو، بیا بقیه حرفا رو بریم تو زمین بازی بزنیم. بریم تو زمین. آره بریم تو زمین بازی ببینیم چند چندی. میخوام یه دونه اسمک داون بهت بزنم. بریم آقا اسمک داون بریم یه تریلر ازش ببینیم تا ما هم آماده بشیم واسه گیم پلی کشتی کچ. خب ما برگشتیم، یه تشکر ویژه از دوستانی که ما رو دنبال میکنن. بریم برای
پشتی کرد ببینیم چند تندی. آقا ما خسته شدیم، چقدر بد به بازی شما. آخرین باری که بردی فکر کنم دلار 1000 تومن بوده. آره واقعا این من بچه پشتی کج میدیدم. پس خیلی خوبه دیگه. ما ببینیم ما این فصل چکم کرونا گرفتیم، ایشالا فصل دیگه حتما جبران میکنیم، شاید هم فصلهای بعد. دوستان همه اینایی که باخته رو تا الان کرونا گرفته. ولی من دو تا گل زدم تو یه جایی تو فوتبال فیفا. الان شما اینجا قدری دیگه. کی بوده واسه 3 سال پیش؟ آقا بزن. آقا بزن. داخلش نمیشه. چرا نمیره تو؟ آها. این دموه. نه تو اینها دموی دوستانی هستن که جدید دارن میان. با من میخواستم ری... این آقا میخواد از باتیستا الگو گرفته، یعنی میخواد تقلید کنه. این آقا از کی؟ گفتی سمت چپی هکی؟ گفتم اصلا قیافه شبیه باتیستا نیست. شب... میخواد شبیش بشه. چپی هر نگفتی شبیه کی؟ تریپل اچ چیکار میکنه؟ آقا وایسه یکم من توضیح بده. ببین من نمیدونم دقیقا دکما چیکار میکنه. خب نمیدونه. خب بلنش بیا اینجا پسر. آها بزن باریکلا. واقعا باریکلا از این عمو یه کاری بکن دیگه برام. با این دوتا شوکا، با این شوکه فنا رو با اون شوکا میزنه. اونا مشترکه دیگه، مثلث مربع و اینا اینطوری که با چی دفاع میکنه؟ یه توضیح هم بده که هیچ ایده ای ندارم. آقا اما فراچه رو کلن رو هوایی نمیدونم. یه از وایس هم پاشن یه مشت بزنم. وای میسیم وای میسیم. اما فکرم تموم شد. فکرم 1-2-3 رو بزر خودم بزنم به دوتا از تنها با وایسه. یه یه مشت بخور وایسه. آقا One Two Three تمام تمام. آقا این توضیح نداده بود چه مدلی بولم. یعنی چی من کاراکترم تازه ابنال یک بار ببین دیگه نگی نمیدونم امو پرام فلانا بارچو بگیر اون بار حچه. آقا من میگم کشتیگر جدید نذار. حالا بعد قیافه قیافه کاراکتر رو ببینی. ممنونم. ببین سیکس پک ها رو حسه چیه؟ ریمت شو بزن، ریمت شو بزن، عصبی میکرده، ریمت شو بزن. خب من گذاشتم دیگه همونم تست. ای همون پرام داشتم داور رو میزدم. بابا بارش بلنش 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 بچه اگه یک دقیقه اشتباه بکنید فکر میکنم دیگه کارتون تموم باشه. مثلا دست سر من میذارم اونجا میزنه. نگاه کن بلنش بیا یکی دیگه. یه مثلث به میگه اونجا راهنمایی میکنه ولی من اون مثلث رو باید سریع بزنی که کانتر فن من بشه ولی همچین اتفاقی نمیفته. خب بذار وان تو تیری برم که تموشه. آقا پاش شد دیگه. این مسخره بازیه چی؟ بابا اینو بلد شدی یا تری تمام میکن. وای باری کلا آقای داور. داورم داورم خریده بینج. برو خدا نگهدار، برو خدا نگهدار. آقا بایست برم این بالا ببینم تا ده بعد میشماردن هنوزم. نه این وری نمیشه بیاد میاد پایین. مثل کاراکتر من بلند نمیگه. بیا بالا. خب یه خدا استراحت بکنم. خب ببخش. بیا بالا. بهش داور با مانه. اینجا بینم پسر. پسر. خب تموم. کنسلش کردم بیشتر بهت کتک بزنم. بیا اینجا. آها بابا باریکلا باریکلا. اکوشیمون فقط تمام. ای بیا ببینم پای پارو بگیری. بیا بیا بالا جوون. بیا نه تست همون پرام. بیا بالا
ببین واقعیتش میخوام بیام بالا ولی نمیدونم چی شد. تا چهار بکنم این چیزی که میدوه الدو رو باید بگیری بی... آه حالا بدور کتک بخور. ای برو خونتون ببینم. داشتی دعاور رو میزدی همون پهران فو فو. آقا کرکتر تو خیلی قویه داداش. چی گفتم جنبیو؟ حالا که داور به نظر من بناشد. درست بشماره من داورم. چرا داداش آقا درست بشماره؟ چرا داور رو میذاری داداش؟ کمو بیا حالا تا صبح داور خسته هست. وان تو تیری وایست. چه حرکت های موضوعی کرکتر رو من میذاری؟ زمین تو آها بابا یه فن بدلی دسته شکست به خدا بپر برو بابا خدا نگهتا آقا من پریدم وان تو تیری وان تو تیری آقا همه رو من زدم بعد تو وان تو تیری میزنی این چجوری وان تو تیری میزنی جدن با دایره جدی میگی وان تو تیری وان تو تیری نه تمام میکنه آقا من بلد نیستم چجوری آقا بالاخره آقا همه داشتن میدیدن دیگه چقدر همو پهرام کتک خورد بریم راند آخر نه آقا تایم نداره باید خدافظی کنه خب باش بس دیگه چیز کردی دیگه تصمیم دیگه دیگه نگی نمیدونم من بردم نمیدونم دلار ام آقا دیگه معلومه که بیشتر کتک خورد دیگه آقا سوشال مدیا یوتیوبمون رو فالو کنید حتما که برید ببینید امو پرام چقدر کتک خورد ولی برد چون بلد بود تا دکمه بزنه میخوای یه ران دیگه بازی کنی بیا بیا یه ران دیگه ببینم دوستان عزیز با ما باشید ادامش ببین این ران دیگه بردی شام با من بابا بیا برو دیگه قاطی کرده این بازیکن برو ببینم برو پیش تماشاگرا آقا بلنش پسر به خدا اگه بدونم چجوری میام پایین میام نمیدونم چجوری میام کاراکترم وایس این از دست پیش خسته ای اما پرام این کارا چی انجام میدی به سن و سال اصلا داور بیا بیرون الان جفتمون میبازیم تا ده بشماره آها اینجا اینجا بگی یه خمو بگی همین مشت میخوام تا صبح بزنم رفتم بالا داداش خدافظ بپر روش بابا یعنی چی آقا این کارای ناجوانمردانه میرید بزه بزه بابا من دوباره افتادم پایین آجی برو خدا نگهدار خدا نگهدار آقا عزت آقا این بازانو حت دوستان هیچ موقع اینا رو تمرین نکنید توی خونه توی خونه واقعا بطره این که این داور بزنم آقا میشه برو میشه خدا نگهدار داداش بازی اون رو بد باشه نه بیرون بیا اشاره کرد ببین اینجا اشاره میکنه از دور اشاره کرد بزن من بیام بالا بیا برو خدا نگهدار برو خدا نه نزنی یا وان تو تیری نزن یک دو بلنش بلند شو پسر باری کرد گفتم آقا من شام نمیدم داده آها وان تو تیری نظری وان تو تیری وان تو تیری وان تو تیری ای نه وان تو یه داور من الان میزنم به خاطر این حرکت وایسا وای یه اصلا نزن منو وایسا من اوکی اوکی نزن تو هم بسه داور بزن داور داده سو استفاده سریع وان تو تیری برو خدا نگهت برو خدا فس آها یه خمو بگی پس زد اینجا خندش گرفته شده به قول معروف بس آها بلندش کن آقا بزن خب دیگه تمیش باختی همینو بی اینجا وان تو تیری دو یک یه جور اونجوری دو یک حسم کردی دیگه خیلی ضعیف آره با آقا بازی دو دست شما بردیم ما بلد نه اب نداره دیگه آقا یه هر دفعه
باخت هر بازی دیگه. برنده و یه بازنده داره دیگه آقای زد. خیلی هستن که سالها دارن میبازن ولی هیچی نمیگن. هسته شما همیشه میبازی. نه آقا یادت رفته. بس یوتیوب. من نمیدونم. من میگم آدرس بدیم بیننده ها برن توی یوتیوب ببینن که چه اتفاقی افتاده توی آتاری. دیدی؟ تیوی. آره توی کانال یوتیوب شبکه برید. آدرسش هم دیدی تیویه. اونجا توی پلیلیست حتما برنامه آتاری رو میتونید انتخاب کنید و ببینید و لذت ببرید. بچه اگر بلدم هستید حتما به عمو پهرام یاد بدید تو دایرکتش که دفعه بعدی قوی تر ظاهر بشه. واقعا تمرین میکنم که باش بازی کنم. سر شام مگه نبود آخری؟ بازیش خیلی خوبه واقعا تمرین میکنم جان. آخری مگه سر شام نبود؟ آره. آخری راند فقط. دیگه آخری. من میگم یه اینستارم بگیم بعدش بریم سر شام با هم دیگه صحبت بکنیم. اوکی آقا. آره صفحه اینستاگرام ما یعنی صفحه اینستاگرام شبکه ddtv.tv هستش آدرس اینترنتی و فراموش نکنید اونجا میتونید ما رو دنبال بکنید و اخبار اطلاعات مربوطه رو اونجا به دست بیارید. خیلی مرسی که تا الان با ما بودید. آره. و اینکه تا برنامه بعدی. آره یادتونم نره که کامنت بذارید زیر پست آتاری، هر انتقاد، پیشنهاد و هر نظری که داشتین اونجا حتما برای ما بنویسید. از من خدا نگهدار. تا هفته دیگه دوشنبه ساعت 7 فعلا خدا نگهدار.